درود بر شما لطفا برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید با سپاس علی خامنه ای پرده ها را برانداخته و تکلیف روشن است جز سلطان همه رعیت هستند حتی اگر خود از کارگزاران نظام سلطانی باشند سخنان علی خامنه ای خطاب به اعضای مجلس شورای اسلامی قاعدتا باید همان اندک تردید باقی مانده برای هواداران جمهوری اسلامی را از میان بردارد و دست کم آنان را نیز به این نتیجه رسانده باشد که انقلاب 57 و, و نظام جمهوری اسلامی چیزی نبوده جز پیروزی نیرویی که از همان عصر مشروطیت تا امروز به دنبال بازگرداندن شیوه و روش حکمرانی به دوران پیشامشروطیت مشروطیت بوده است. خامنه ای برای پوشیدن کسوت سلطانی راه و چارهی جز انهدام و بیعتبار ساختن قانون نهادهای مدنی و سیاسی مدرن و همه آنچه که پس از مشروطیت به دشواری بسیار و هزینه های فراوان به دست آمده بود نداشت. اکنون او در آخرین سالهای زندگیش و در حالی که شرایط را برای جانشینی آماده می کند که بی تردید خودش از همکنون انتخاب کرده آخرین پرده های باقی مانده بر مجسمه سلطان را بر می دارد و در حال خطاب به کسانی که روزی قرار بود نماینده مردم در پارلمان باشند و اکنون به عضو مجلس شورای اسلامی بدل شده سخن می گوید که پشت سرش عبارتی عربی و نیم جمله ای از علی به این معنا نصب شده است رعیت اصلاح نمی شود مگر والیان او صالح باشند تکلیف روشن است جز سلطان همه رعیت هستند حتی اگر خود از کارگزاران نظام سلطانی باشند درست به همین دلیل است که او در سخنرانیش از غذا کمتر به رد صلاحیت شدگان منتقدان و مخالفان و بیشتر به نامزدهای تایید صلاحیت شده و اعضای مجلس شورای اسلامی هشدار میدهد که از این پس مواظب باشند بی احتیاطی نکنند و حد و مرز و جایگاه خود را بشناسند علی خامنه ای پس از نصب اعضای مجلس شورای اسلامی که اکنون مطیع و دستاموزتر از هر زمان دیگر همچون مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مسلحت نظام و شورای نگهبان نهادهایی حائل و صرفا مجری اوامر و دستورات او هستند به آنها یادآوری می کند که درست از تریبونی در اختیار دارند که فعلا همه می توانند آن را بشنوند اما خود باید بیش و پیش از هر کس دیگری مواظب گفته ها و کردارهای خود باشند و نگذارند کار به نظارت و توبیخ تنبیه کسانی برسد که روزگاری قرار بود نماینده مردم و تجلی خواست و اراده مردم در تعیین سرنوشت خود باشند خامنه ای بدون لکنت و بدون پرده پوشی به هیئت نظارت بر نمایندگان میگوید با دقت مراقب رعایت دستوراتش از سوی نمایندگان باشد و همزمان به اعضای جوان و انقلابی مجلس هشدار می دهد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید فعال باشد و تقوای درونی خود شما می تواند کار را راحت تر کند او سپس از شورای نگهبان و تصمیماتش دفاع می کند اما به ای که نه تنها بر منتقدان این نهاد مجری عوامر، بلکه بر خود فرمانبران مطیع نشسته در این شورا روشن شود که در نظام اسلامی این اراده اوست که مبنا و معیار است علی خامنه ای تسلیم و پذیرش کارگزارانی را که در نهایت شگفتی خود اکنون به حاشیه رانده می شوند کاری خداپسندانه می داند و همزمان به منتقدان شورای نگهبان هشدار میدهد که خدای متعال از آنان نخواهد گذشت تا هم دوست و هم دشمن بدانند که خدا کیست و چه چیز را می پسندد. او برای تحقق این جلوه سلطانی خدا به عرصه سیاست و جامعه ایران و سپس آماده کردن زمینه های فرمان روایی جانشین خود حتی در دستور به نامزدهایی که آنان را فعلا صالح تشخیص داده پوشیده سخن نمیگوید. و در بی اعتبار ساختن جایگاه رئیس جمهوری و نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماد و رکن تأثیر جمهور مردم و رأی آنان بی پروا تا آنجا پیش می رود که حدود و سقور وعده های آنان به مردم یا صحبت هایشان در مناظرات را پیشاپیش پیش مشخص می کند. او حتی نیازی نمی بیند به نامه و درخواست کسی که طبق قانون اساسی همین جمهوری اسلامی فعلا دومین مقام رسمی کشور محسوب می شود و به گفته خودش با رأی 24 میلیون شهروندی که البته دیگر رعیت محسوب می شوند برگزیده شده پاسخ دهد جواب او را در خطابی کلی به رعیت می دهد زیرا او نیز در نهایت جزو رعایای ولی است این پایان کار هر رعیت است همانطور که برای رفسنجانی خاتمی و احمدی نژاد نیز بود اما ولی فقیه امروز آخرین گام ها را نیز بر می علی خامنه ای به هفت نامزدی هم که مبتنی بر شرایط امروز از فیلترهای او عبور کرده اند بی آنکه زمانتی در کار باشد که چندی بعد مغزوب بارگاه نخواهند شد میگوید موضوع اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی نیست در واقع اصولا رعیت در موقعیتی نیست که موضوع اصلی را تشخیص دهد موضوع اصلی همان است که ولی مطلقه فقیه میگوید او کاملا آگاه است که قراری به وجود قوای سگانه هم نیست و درست به همین دلیل سخن خود را اصلاح می کند و به جای به کار بردن رئیس قوه مجریه به تأکید او را رئیس اجرایی دولت میخواند و به نامزد تصدی این سمت کارگزاری در بارگاه سلطان به آنها و همگان تذکر می دهد که هنجار شکنی نشود خطوط قرمز نظام را برخی میخواهند بشکنند نظام جمهوری اسلامی نظام مستقر و پابرجاست خطوط اصلی نظام مشخص است مربوط به من و دیگری نیست اینها کار خداست در چنین احوالی کارگزاران صرفا رعیت هستند که به دلیل خدمات خود برای حفظ همین نظام امتیازاتی گرفتند و فعلا از جرگه عوام خارج و به دنیای خواص پیوستند اما این موهبتی همیشگی نیست و کسی که به گفته علی خامنه ای صادق نباشد هر لحظه میتواند جایگاه و پست و امتیازش را از دست بدهد او در تحقیر این کارگزاران خصاصتی به خرج نمی دهد و جای ابهام و تفسیری باقی نمی گذارد که شرط بقا و بهرهمندی از مواهب چیست و تخلف از دستورات ذات اقدس سلطان نتیجه جز آن نخواهد داشت که بر آنان نیز همان رود که بر رعیت می رود. نشانه های این نگاه دیریست که آشکار شده او که پیش از این مستضعف یکی از کلید های انقلاب و جمهوری اسلامی را باز تعریف کرده بود اکنون جایگاه واقعی مردمی را که روزی ولی نعمت خانده می شدند روشن می کند و به آنان یادآوری می کند که همه تلاش های یکصد ساله آنان بیهوده بوده و باید از نو به جامعه رعیت درآیند از نگاه او وظیفه رعیت هم چیزی جز این نیست که انتخاب یا در واقع انتصاب انجام گرفته از سوی ولی فقیه را تایید کند و برای این کار کافی است که تنها یک روز پای صندوق حاضر شود و البته که چنین امری هم ضرورتی ذاتی ندارد و صرفا فرصتی است اعطا شده به رعیت که بتواند مراتب بندگی و وفاداری خیش را مجددا به نمایش بگذارد و قرار هم نیست که کارگزاری نیز در این میان دوچار سوء تفاهمی شود و دنبال اسم و رسمی برای خود باشد روح الله خمینی نیز همین بود و همین کار را می کرد اما هنوز می توانست این کار را به مصادره برخی مفاهیم مدرن انجام دهد علی خامنه ای نیز به مدت سه دهه بیش و کم همان راه را ادامه داد اما حال که مخصوصا باید جانشینی جوان و انقلابی بر جایش بنشیند و از بیت او و میراسش پاسداری کند زمان بازی با مفاهیمی نیست که هر چقدر هم مصادره شوند باز همچنان می توانند پرسش آفرین و درد سرساز باشند باید این مفاهیم را کنار گذاشت نقاب از چهره برگرفت و ادبیاتی مناسب با موضوع و هدف را به کار گرفت اکنون دست کم موافق و مخالف جمهوری اسلامی بر سر یک موضوع به توافق رسیدند جز سلطان همه رعیت هستند حتی اگر خود از کارگزاران نظام سلطانی باشند ممنون که کانال دیگه چه خبر رو تماشا کردید لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید پیروز باشید